امروز چهارم دی ماه اومدیم در بازار یا مرکز فروش خودرو در تهران. ساعت بوده 1:30 و آنچه که شاهد هستیم رکود تقریبا سنگینی است که در بازار حاکمه. علتش هم اینه که قیمت هایی که اینجا ما دیدیم با قیمت هایی که در بورس کالا شاهدش هستیم داره کشف میشه، زمین تا آسمون فرق میکنه و ما هر چی داریم میگردیم ببینیم قیمت کف بازار رو کی داره تعیین میکنه و روی اون قیمت چند تا معامله داره انجام میشه به جایی نرسیم. مثلا روزی چند تا معامله میکنیم؟ شاید یه دونه، شاید هم اصلا شاهین قیمت داریم. شاهین که بوده 300 خورده ای الان بالای 500. روز چهارشنبه شاهین 346 میلیون تومان. خیلی اختلافه. آره. از صبح 560 تومن گفتم تا آخر وقت که مثلا ساعت 4:05 میشه من 590 تومن خریدم. این قیمت هایی که الان شما دارید روش معامله میکنی میدونی از کجا در میان؟ نه، این قیمت هایی که از من منزل هم گشته شد. خب وقتی این اختلافش ناشی از چیه؟ معامله بیشتر با عرض داره بالا میشه. اونی که یه دفعه میاد تو روز بگی که اصلا میذارم من نوعی بیارم بله میتونی، من میگم افراد میتونم بخرم، میتونم یک کد بورسی بسم الله میخریم. من نکردم. آره. هایمای S7 مدل 1401 1,315 در این سایت زده. خب آخرین معامله چهارشنبه هفته قبل در بورس کالا قیمت 814 میلیون تومان کشف شده، 9% نسبت به قیمت کارخونه رقابت خورده. این قیمت ها از کجا میاد؟ قیمت کف بازار رو که دیدید، قیمت سایت ها، قیمت های واقعا کذب و منحرف کننده. شاهین ما در چهارشنبه بورس کالا 346 میلیون تومان قیمت خورد که الان در گزارش میدانی ما هم دیدید که بالای 500 میلیون تومان بود و امروز 207 با 120% رقابت که اصلا ما اینو قبول نداریم در اومده 410 میلیون تومان. حالا شما اضافاتی هم بهش میخوره هر چقدر شما حساب کنید. خب قیمت کف بازار رو دیدید که چقدر بیش از این بود، نزدیک 600 میلیون تومان بود. بنابراین خواهش ما از شما اینه که خریداتون رو از بورس کالا در واقع برنامه ریزی بکنید. عرضه های ما هم منبعد در بورس کالا خواهد بود، قیمت قابل اعتبار و قابل اعتماد تری هستش.